درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. فرانسه حکومت ایران را به استفاده از سیاست گروگانگیری دولتی و باج‌خواهی متهم کرد. اسرائیل امروز چهارشنبه از باز کردن گذرگاه کرم شالوم خبر داد. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید واشنگتن محموله بمب‌های ارسالی به اسرائیل را متوقف کرده است. روسیه با 76 موشک و پهپاد بار دیگر تأسیسات انرژی اوکراین را هدف حمله قرار داد. رئیس جامعه جراحان و وزیر سابق بهداشت ایران نسبت به کمبود پزشک متخصص در کشور هشدار داد. استورمی دانیلز بازیگر فیلم های پورن در دادگاه علیه ترامپ شهادت داد. انرژی های پاک برای اولین بار بیش از 30% از برق جهان را تامین کردند. و 68مین دوره مسابقات موسیقی یوروویژن روز سه‌شنبه در حالی در سوئد آغاز شد که جنگ غزه بر آن سایه افکنده است. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز چهارشنبه 8 مهمه 2024 میلادی برابر است با 19 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی. ابراهیم رئیسی رئیس دولت 13 جمهوری اسلامی شامگاه 18 اردیبهشت ماه در یک گفتگوی تلویزیونی گفت هر روز قیمت اجناس را در بازار کنترل می کند و مدعی شد که دولتش توانسته تورم را کاهش بدهد. رئیس قوه مجریه در این حال با اذعان به اینکه کاهش تورم ادعایی او و دولت مردانش از سوی مردم حس نمی شود افزود روند تورم کاهشی شده، اما امیدواریم اقدامات ما به کاهش تورم منجر شود و مردم اثرش را در قیمت ها ببینند. به همچنین در تشریح عملکرد دولتش برای کنترل تورم گفت سعی کردیم علتهای تورم را کنترل کنیم، اما این موضوع زمان بر است. این ادعا در حالی مطرح می شود که روزنامه هم میهن 11 اردیبهشت ماه سال 1403 در گزارشی تورم ثبت شده در دولت ابراهیم رئیسی را بی سابقه دانست و نوشت دولت 13 نه تنها در مهار تورم موفقیتی نداشته، بلکه رکورد 80 ساله نرخ تورم را هم شکسته و این رقم را به بالای 52% رسانده است. فرانسه روز سه‌شنبه 7 مهمه جمهوری اسلامی ایران را به استفاده از سیاست گروگانگیری و باج‌خواهی دولتی متهم کرد و خواستار آزادی فوری زوج فرانسوی زندانی در ایران شد. وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای با نادر خواندن اتهامات وارده به این شهروندان فرانسوی و با اشاره به سایر گروگان‌های اروپایی که با اتهامات واهی در ایران زندانی هستند بر لزوم آزادی فوری همه آنها تاکید کرد. سیسیل کولر معلم و همسرش ژاک پاری اردیبهشت ماه سال 1401 همراه با شماری از فعالان کارگری و معلمان از جمله رضا شهابی، حسن سعیدی، داوود رضوی، کیوان مهتدی و رسول بداقی به دلیل دیدار در تهران بازداشت شدند. بعد از آن تلویزیون جمهوری اسلامی فیلمی از دیدار این فعالان در یک رستوران پخش کرد و شبکه عربی زبان العالم متعلق به رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی روز 14 مهر ماه سال قبل با انتشار اعترافات اجباری دو شهروند فرانسوی اعلام کرد که آنها برای تدارک یک انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی حدود 5 ماه پیش به ایران سفر کردند. علاوه بر کولر و پاری، دو شهروند فرانسوی دیگر هم در ایران زندانی هستند. دو نماینده جمهوریخواه کنگره ایالات متحده میگویند به اعتقاد آنها مجوز امنیتی رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به این دلیل به حالت تعلیق درآمده که او اسناد طبقه بندی شده را به حساب ایمیل شخصی خود ارسال و بعد آن را در تلفن شخصیش دانلود کرده است. سناتور جیم ریش عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا و مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نماینده
نمایندگان این ادعا را در نامه روز 17 اردیبهشت خود به آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا مطرح کردند، اما هیچ منبعی برای اتهامات یاد شده ارائه ندادند. این دو نماینده کنگره با انتقاد از وزارت خارجه آمریکا به دلیل ارائه نکردن اطلاعات بیشتر در مورد پرونده مالی و طرح 19 سوال در مورد آن خطاب به بلینکن افزودند: به اعتقاد ما یک بازیگر سایبری متخاصم توانسته که به ایمیل و یا تلفن او دسترسی پیدا کند و اطلاعات دانلود شده را به دست بیاورد. آنها گفتند که به علت خودداری وزارت خارجه آمریکا از پاسخگویی و عدم شفافیت، اطلاعات خود در این زمینه را از سایر منابع به دست آوردند و از این وزارتخانه خواستند که آنها را تایید کند. رابط مالی هم اکنون در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برد و آبرام پیلی عهده‌دار وظایف نمایندگی ویژه دولت بایدن در امور ایران شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که رابط مالی همچنان در مرخصی است و بر اساس سیاست دیرینه ای که به چند دهه قبل برمی‌گردد، این وزارتخانه در مورد مجوزهای امنیتی فردی اظهار نظری نمی‌کند. بعد از آنکه سازمان ملل و سایر سازمان‌های کمک رسان بین‌المللی گفتند که بسته شدن دو گذرگاه جنوبی نوار غزه، یعنی رفح و کرم شالوم، عملاً ارتباط این منطقه را برای ارسال کمک‌های خارجی و سوخت قطع کرده، اسرائیل امروز چهارشنبه از باز کردن گذرگاه کرم شالوم خبر داد. اسرائیل 4 روز پیش از این در واکنش به حملات راکتی که 4 سرباز اسرائیلی را کشت، گذرگاه کرم شالوم را بسته بود. روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت ماه نیروهای اسرائیلی بعد از تهاجم به بخش شرقی شهر رفح، کنترل سمت فلسطینی گذرگاه رفح بین غزه و مصر را به دست گرفتند. سازمان ملل متحد و ایالات متحده هر دو بسته شدن دو گذرگاه را محکوم کردند. امدادگران هم میگویند که بسته ماندن گذرگاه رفح که تنها دروازه ورود سوخت برای کامیون ها و ژنراتورها به نوار غزه است، میتواند عواقب شدیدی داشته باشد. منطقه رفح در جنوب غزه در حال حاضر بیش از 1.3 میلیون فلسطینی را که از شمال این منطقه به رفح پناه آوردند در خود جای داده است. قطر هم روز چهارشنبه از جامعه بین المللی خواست تا از آنچه نسل کشی در رفح خان جلوگیری کنند. پروژه فیلتربان که وضعیت اینترنت در ایران را بررسی می کند می گوید اختلال گزارش شده از سوی کاربران در روزهای اخیر به دلیل توسعه نیافتن عمدی پهنای باند خارجی بوده است. فیلتربان افزوده که اختلال گزارش شده از 3 روز پیش از طریق بررسی رادار شرکت ابراوان مشاهده شده است. بنا به ارزیابی این پروژه که زیرمجموعه گروه میان است، هدف دولت در عدم توسعه پهنای باند خارجی اجبار غیر مستقیم کاربران به استفاده از سکوهای داخلی همزمان با ایجاد محدودیت برای فیلتر شکن هاست. در همین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از سرعت اینترنت در ایران گفته که وضعیت اینترنت در کشورهایی مانند عراق، افغانستان و پاکستان به مراتب از ما بهتر است. محمد باقری بنایی با بیان اینکه عملاً 90% مردم از فیلتر شکن استفاده می کنند گفته که ما به وزیر ارتباطات تذکر داده و تذکر خواهیم داد، خصوصاً در مجلس 12 اولین سؤال ما از وزیر ارتباطات در خصوص برنامه هایش برای سرعت اینترنت کشور خواهد بود. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید که ایالات متحده هفته گذشته بعد از اینکه اسرائیل نتوانست به نگرانی‌های واشنگتن در مورد تهاجم برنامه‌ریزی شده به شهر رفح غزه رسیدگی کند، محموله بمب‌های ارسالی به اسرائیل را متوقف کرد. این مقام دولت بایدن که نخواست نامش فاش شود، روز چهارشنبه به سی بی اس نیوز گفت که این محموله شامل 1800 بمب 2000 پوندی و 1700 بمب 500 پوندی بوده است. این مقام افزوده که اسرائیل به نگرانی‌های آمریکا در مورد نیازهای بشردوستانه غیر نظامیان در رفح به طور کامل رسیدگی نکرده است. به گفته این مقام ارشد آمریکایی، گفتگوها بین اسرائیل و آمریکا درباره ضرورت رفع نگرانی‌ها درباره وضعیت غیر نظامیان پناه گرفته در رفح در صورت حمله به این منطقه ادامه دارد، اما هنوز نگرانی‌های کاخ سفید به طور کامل برطرف نشده است. اسرائیل هنوز اظهار نظری در این مورد نکرده است.
بیننده کنشمند در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. با ادویه جوجه کباب صدف، تهیه یک جوجه کباب لذیذ و آبدار خیلی ساده است. گوشت جوجه رو بعد از شستن به اندازه های مناسب میبریم، کمی روغن اضافه میکنیم و ادویه جوجه کباب صدف رو روی اون میپاشیم و بعد همراه با سبزیجات دلخواهمون به سیخ میکشیم. خب آتیش هم که آماده است، حالا جوجه ها رو کباب میکنیم و کمی بعد با لذت نوش جان میکنیم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. اوکراین می‌گوید حملات موشکی و پهپادی گسترده روسیه به این کشور در اوایل روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 12 تأسیسات زیرساختی حیاتی را هدف قرار داد و به 3 نیروگاه حرارتی دوران شوروی آسیب جدی وارد کرد. نیروی هوایی ارتش اوکراین در کانال تلگرام خود اعلام کرد دشمن از 76 پرتابه هوایی شامل 55 موشک و 21 پهپاد تهاجمی استفاده کرد که 39 موشک و 21 پهپاد سرنگون شدند. در جریان این حملات 2 تن در نزدیکی کیف پایتخت و 1 تن هم در منطقه کیبروگراد زخمی شدند. وزیر انرژی اوکراین در کانال تلگرامی خود نوشت دشمن از برنامه‌های خود برای محروم کردن اوکراینی‌ها از نور دست نکشیده، یک حمله گسترده دیگر به صنعت انرژی ما انجام داده است. بیافزود که تأسیسات تولید انتقال برق در مناطق پولتابا، کیبروگراد، زاپوریژیا، لویو، ایوانو-فرانکیوس و ونیتسیا هدف قرار گرفتند. حمله بامداد چهارشنبه تازه ترین مورد از موج حملات به زیرساخت های انرژی حیاتی اوکراین است که از ماه مارچ آغاز شده است. یک مقام آمریکا روز سه‌شنبه گفت که ناو هواپیمابر آیزنهاور بعد از یک وقفه و به خاطر تداوم حملات شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران بار دیگر به دریای سرخ بازگشته است. این مقام دفاعی ایالات متحده گفته است که ناو هواپیمابر آیزنهاور 26 اپریل با عبور از کانال سوئز برای مأموریت سریع به شرق مدیترانه رفت. این مقام دفاعی آمریکایی تصریح کرده که حوثی‌ها از زمان آغاز حملات خود در روز 19 نوامبر سال گذشته تا کنون 140 حمله به دریای سرخ و خلیج عدن انجام دادند.
در همین حال فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که شامگاه دوشنبه سپهباد از مناطق تحت کنترل شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران بر فراز خلیج عدن پرتاب شد که یکی از سوی نیروهای آمریکا و دیگری به وسیله یک کشتی ائتلاف تحت رهبری آمریکا منهدم شد و سومی در دریا سقوط کرد. روز سه‌شنبه هم تروریست‌های حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران یک موشک بالستیک ضد کشتی را بر فراز خلیج عدن پرتاب کردند. هیچ تلفات یا خساراتی از سوی کشتی‌های ایالات متحده، ائتلاف یا تجاری گزارش نشده است. گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت ماه خبر داد که دولت روسیه نادژدا کبوکوبا روزنامه نگار را بازداشت کرده است. به گزارش این نهاد که تحولات روزنامه نگاری در سراسر جهان را رصد می کند، این روزنامه نگار روس روز دوشنبه بازداشت شده است. گزارشگران بدون مرز گفته است که با این بازداشت شمار روزنامه نگاران زندانی روس از زمان آغاز جنگ مسکو علیه اوکراین در پنجم اسفند ماه سال 1400 به 40 تن می رسد. به گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، روزنامه‌نگاران روس به اتهام‌های مختلف جنایی از جمله تروریسم، افراط‌گرایی، انتشار آگاهانه اطلاعات نادرست در مورد نیروهای مسلح، جاسوسی، خیانت، اخاذی، نقض حقوق مردم، نقض مقررات قانون در مورد عوامل خارجی، تحریک به اغتشاشات گروهی، نگهداری غیرقانونی مواد منفجره و حمل غیرقانونی مواد مخدر در بازداشت هستند. 12 تن از این روزنامه‌نگاران احکام حبس از 5.5 سال تا 22 سال دریافت کردند. ایرج فاضل رئیس جامعه جراحان و وزیر سابق بهداشت ایران نسبت به کمبود پزشک متخصص در کشور هشدار داد و گفت که با ادامه این وضعیت ناگزیر می‌شویم که از خارج پزشک وارد کنیم. آقای فاضل با اشاره به مشکلات اقتصادی دانشجویان و سیاست‌های آموزشی دولت ایران گفت که آثار این مشکلات و سیاست‌ها خود را به شکل کمبود پزشک و خالی ماندن رشته‌های تخصصی در پزشکی نشان می‌دهد و به عبارتی پزشکی در ایران دچار افول شده است. با اظهار داشت امروز استقبال از رشته پزشکی در کنکور یا ادامه تحصیل در رشته‌های تخصصی پزشکی با مشکل جدی مواجه شده، بدون اینکه در آزمون‌های اخیر حتی یک داوطلب برای جراحی عروق نداشتیم و به همین ترتیب برخی دیگر از رشته‌های تخصصی هم خالی می‌ماند. وزیر سابق بهداشت ایران در نهایت گفت که اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، باید 10 سال دیگر متخصصان این رشته‌ها را از خارج وارد کنیم و دوباره بیماران را برای جراحی‌های تخصصی به خارج بفرستیم. بعد از واکنش‌ها به حصارکشی، ساخت و ساز احتمالی در پارک لاله و طرح موجود برای قطع درختان این پارک، مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران خبر داد که عملیات عمرانی در این پارک فعلا متوقف شده است. این عضو شورای شهر تهران گفت که در جلسه ای با حضور معاون خدمات شهری، مدیرعامل سازمان بوستانها و شهردار منطقه قرار شده که ساخت و ساز در پارک لاله متوقف شده و طرح عمرانی برای جمع‌بندی به کمیسیون شهرسازی شورای شهر ارائه شود. به گفته عباسی، دو سناریو برای ساخت و ساز جدید وجود دارد که بر اساس آنها یا اجرای طرح در پی توافق با دانشگاه تهران به اراضی روبروی پارک لاله منتقل خواهد شد یا پروژه در جای دیگری احداث می شود. فروردین ماه امسال ویدیوهایی از حصارکشی شدن حدود 3000 متر مربع از زمین‌های پارک لاله منتشر شد و تعدادی از شهروندان در اعتراض به ساخت و ساز احتمالی در این پارک تجمع کردند. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق، به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر.
تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمیسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. خبرها را دنبال می‌کنیم. عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب ایران، گفته است که با وجود بارش‌های خوب بهاری و میزان آب موجودی در مخزن سدهای کشور، اما همچنان شماری از استان‌ها شرایط سختی از نظر تأمین منابع آبی دارند. به گفته او، استان‌های خراسان شمالی، البرز، گیلان، چهارمحال بختیاری، فارس، بوشهر، زنجان، سمنان، خراسان رضوی، تهران و قزوین از نظر منبع آبی شرایط وخیمی خواهند داشت. گزارش‌هایی از اعتصاب طلافروشان در برخی از شهرهای ایران در چند روز گذشته منتشر شده است. در تازه‌ترین واکنش به این اعتصاب‌ها، تظاهرات حکومتی استان خراسان رضوی در مشهد شماری از طلافروشی‌های تعطیل را پلمب کرد. تصاویری از پلمب مغازه‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که بلوک‌های بتونی را مقابل آنها نشان می‌دهد. با گذشت 3 روز هنوز این مغازه‌ها پلمب هستند. سایت خبری تجارت نیوز گزارش داده که 70% از طلافروشی‌های مشهد پلمب شده است. رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر مشهد گفته است که اعتراض آنها به دستورالعمل ثبت موجودی طلایشان در سامانه ملی تجارت است. استورمی دانیلز، بازیگر فیلم‌های پورن، روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت ماه با حضور در دادگاه علیه دونالد ترامپ شهادت داد و ملاقات خود با او در سال 2006 را با الفاظی ناخوشایند توصیف کرد. به گفت که امیدوار است که ترامپ را در صورت مجرم شناخته شدن در زندان ببیند. دانیلز 45 ساله روز سه‌شنبه در جایگاه شهود حاضر شد و برای چندین ساعت جزئیاتی را درباره دیدار خود با ترامپ 77 ساله و توافقی که این دو قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 انجام داده بودند تا درباره این رابطه سکوت کنند ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، او به هیئت منصفه گفت که زندگیش بعد از علنی شدن این توافق در سال 2018 به ورطه ای از هرج و مرج سقوط کرد. او گفت که از خانوادهش طرد شده و مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. نحوه شهادت دانیلز، تیم حقوقی ترامپ را برانداشت تا به اظهارات او اعتراض کنند و بگویند که روند دادرسی مختل شده، زیرا روایت او حاوی جزئیاتی است که به گفته آنها ربطی به پرونده ندارد و فقط جب به هیئت منصفه را ملتهب می کند. مانند گفتن این نکته که ترامپ در رابطه جنسی خود با استورم دانیلز از کاندوم استفاده نکرده است. قاضی خارمچان این درخواست را رد کرد. ترامپ هنگام تماشای شهادت دانیلز واکنشی نشان نداد. او به اتهام جعل سوابق تجاری برای پنهان کردن پرداخت حق سکوت 130 هزار دلاری به دانیلز محاکمه می شود. ترامپ با رد همه اتهام ها می گوید که بیگناه است. به داشتن رابطه جنسی با دانیلز هم انکار می کند.
بینندگان هشمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.